بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت همه. جناب آقای یوسفی، به نظر شما صلح چیست؟ به نام خدا، محمد عیسی یوسفی هستم. خب صلح، خود اگه بیایم یک تعریف از صلح داشته باشیم، صلح به معنی بازسازی، ترمیم، اصلاح کردن. و اگر یک تعریف جامعی از صلح ارائه کنیم، میگیم صلح خود یک پیمانی است که سبب پایان بخشیدن به منازعه و یا جنگ و یا حالت بحرانی که رخ داده است میباشد. و دیگه صلح خود در یک جامعه زیربنای تمام امور قرار داده و یک ضرورت بشری و اجتماعی نهایت مهم به شمار میرود. به نظر شما چه عوامل سبب ایجاد صلح در جامعه میشه و اهمیت صلح در چیه؟ خب عواملی که سبب ایجاد صلح در یک جامعه میشود عوامل مختلف داره، و اگر بیایم خود صلح در نظر بگیریم، در کل ما دو نوع صلح میتونیم بگیم داریم از لحاظ منطقی. یک صلح جهانی که در سراسر جهان با صلح برقرار میشه، کتر سازمان های بین المللی، انجمن ها و اتحادیه ها میباشه، و یکم صلح داخلی و صلح منطقی باشه. خب بحث ما بیشتر به سر صلح منطقی و میایم عواملی که سبب ایجاد صلح منطقی میشه ما در نظر میگیریم. خب این عوامل میتونه چیز باشه، یک خود عدم موجودیت فرهنگ هم دیگر پذیری که سبب ایجاد صلح میشه، که بسیار یک عامل مهمی باشه. و دیگر احترام به نظرات و اعتقادات دیگران که خود میتونه سبب موجودیت صلح باشه. خواه ما خود در یک جامعه که گروه های متعدد زندگی میکنه، که لحاظ مذهب، دین و لحاظ گروه، طایفه متعدد در یک جامعه زندگی میکنه، اونها نظریات و اعتقادات و افکار اونها متفاوت میباشد، و باید اینها به نظرات و اعتقادات یکدیگر و افکار یکدیگر خود احترام قائل شوند، که خود از این موضوع برمیگرده به می فرهنگ همدیگر پذیری، ترویج فرهنگ همدیگر پذیری. و دیگه به این موضوع میتونه سواد و تحصیل تأثیری مثبت خود داشته باشه. وقتی که یک جامعه اطفال، کودکان، نوجوانان، جوانان میرن تحصیل میکنن و هم موضوعات فرا میگیرن، و خود از اینا میدونن که کدام عوامل سبب صلح میشه و دست به دست یکدیگر میدن و صلح را ایجاد میکنن، که خود اتحاد و همدلی میباشد، و اتحاد و همدلی یکی دیگر از عوامل مهمی است که سبب ایجاد صلح میشه. خب اهمیت صلح از اهمیتی والای برخورداره. زمانی که یک دولت میاد تشکیل میشه، در ابتدا اموری که در نظر داره، امور درباره ایجاد صلح، چگونه صلح ایجاد کنه، که صلح خود زیربنای تمام امور، چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، در زیربنای تمام امور قرار داره. و زمانی که در یک جامعه صلح برقرار باشد، تمام جوانان، نوجوانان، کودکان میتونن به راحتی تحصیل فرا بگیرن و سبب شکوفا شدن جامعه خود شوند. و این برقراری صلح ما در کل میگیم دو نوع صلح برقرار میشه، یکی صلح برای صلح، یکی صلح برای امنیت. صلح برای امنیت که است، امو حالت بحران و یا منازعه که ایجاد شده، امو بحران یا منازعه موقتی پایان میابه، که خود بر اساس یک هدف. و صلح واقعی، خودی صلح واقعی، صلح برای صلح است، که در صلح در تمام عرصه در نظر گرفته میشه، چه لحاظ اقتصادی، سیاسی، مذهبی، و در نظر گرفته میشه که این صلح برای صلح میتونه سبب شکوفا شدن جامعه شود. تشکر.